آخرین زن باردار زمین و تلاش برای فرار دست مامورا. گیلاسیا سلام. امروز داریم با هم دیگه فیلم Children of Men یا بچه‌های آدم رو ببینیم. یکی از فیلم‌های فوق‌العاده خفن و معنادار محصول 2006. حالا آخر فیلم در مورد محتواش بیشتر صحبت می‌کنیم. بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپویل و کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم به سال 2007 کشور انگلستان میریم. یه سری از مردم با نگرانی جلوی اخبارن و میشنون که بعد از 8 سال همچنان دولت قراره که مرزها رو بسته نگه داره و تمام مهاجرای این کشور رو هم دیپورتشون کنه. یه خبر بعدم پخش میشه که باعث ناراحتی هم است. اینکه جوان‌ترین فرد کشور با سن 18 سال جونش رو از دست داده. اینجاست که یکی از بزرگترین بحران‌های کشور رو هم میفهمیم. زن‌ها دیگه باردار نمیشن. یعنی هیچ نسل جوانی وجود نداره و الان هم کسی که سنش هم کمتر بوده از دنیا رفته. دیگه امیدی برای مردم نمونده. حالا با شخصیت اصلیمون یعنی تیو آشنا میشیم. تیو قهوه‌ای میخره و وقتی میره بیرون کمی از اینجا دور میشه که یه رفعه انفجاری رخ میده. انگار خیلی براش عادی راهش رو ادامه میده و بالاخره به سر کارش میرسه. جایی که میبینیم تمام همکاراش ناراحتن و همه از مرگ جوانترین فرد کشور به هم ریختن. تیو هم حوصله کار نداره و میره پیش رئیسش و بهش میگه این قضیه خیلی منو به هم ریخته و میخوام مرخصی بگیرم. رئیسش هم قبول میکنه و تیو از شرکتشون خارج میشه. خیلی سریع هم با قطار سمت خونهشون راه میفته که میبینیم وسط راه مهاجر عصبانی و استدان و طرفشون سنگ پرت میکنن که البته قطار کلی توری داره و سنگا تأثیری ندارن. حتی وقتی پیاده میشه یه سری مهاجر دارن دوباره شعار میدن و تظاهرات میکنن که پلیس ها جلوشون رو گرفتن. کلا هیچ کدوم از اینها از انگلیسی های اصیل راضی نیستن. تیو از همشون میگذره و بالاخره به پیرمردی به اسم جسپر میرسه که از قبل منتظرشه و رفیق خیلی قدیمی همه. سوار ماشین میشن و جسپر بعد گذشتن از کلی راه مخفی وسط جنگل به یه کلبه خیلی قشنگ میرسه. جسپر همراه همسرش که بیماری هم داره نمیتونه جاش حرکت بکنه توی این کلبه زندگی میکنن. جلوی همسرش هم کلی روزنامه است که میبینیم از 20 سال پیش این بیماری که کسی نمیتونه باردار بشه شروع شده و برای همین هم خیلی فکر میکردن انگلستان درمان داره و اومدن اینجا که البته هیچ تأثیری نداشته و حالا انگلستان هم داره این مهاجرها رو اخراجشون میکنه. یه عکس هم از تیو همسر سابقش و بچه‌شون میبینیم. اینا هم متوجه میشیم که کار اصلی جسپر تولید و فروش مواد. تیو و جسپر شروع به صحبت میکنن و جسپر به این اشاره میکنه که به تازگی یه سازمانی رو پیدا کرده که خیلی یواشکی داره در مورد درمان همین ناباروری آدم‌ها تحقیق میکنه. جاش هم وسط دریا و هیچ کس نمیدونه دقیقاً کجاست. تیو هم میگه اصلا تأثیری نداره. حتی اگه الان واقعاً درمانش پیدا بشه، مردم انقدر به جون هم افتادن و وحشی شدن که خودشون دارن همدیگه رو منقرض میکنن. با پایان حرفشون هم خدافظی میکنن. وقتی تیو داره پیاده به سمت خونه‌شون میره، یه رفعه ماشینی جلوش وامیسته. دو نفر میان بیرون و به زور اون رو میندازن داخل و حرکت میکنن. وقتی به جای میرسن و پارچه رو از صورتش برمی‌دارن، تیو همسر سابقش جولیان رو جلوی خودش میبینه با چند نفری که ماسک دارن. اینجا جولیان برای تیو توضیح میده که ما یه گروه نظامیم و اعضا اونو عموما مهاجرهایی که دارن دیپورت میشن تشکیل میدن. منم رهبریشون میکنم چون میدونم داره در حقشون اجحاف میشه و نباید اینطوری بندازنشون بیرون. تیو به همسر سابقش میگه خب الان منو اصلا چیکارم داری؟ و جولیان براش توضیح میده که من میخوام از کارت و از کار پسرمو برام استفاده بکنی. یه سری حکم میخوام که بتونیم قانونی یه مهاجر خیلی مهمو به نزدیکی ساحل انتقالش بدیم که یه موقع مشکلی برامون پیش نیادش. پول زیادی هم به تیو پیشنهاد میده اما میگه من اصلا پول نیازی ندارم که یه رفیق دو تا دیگه هم ماسک دارن میان و به زور دوباره پارچه ای رو سرش میکشن. در آخر هم بعد کلی تهدید تیو قبول میکنه این کارو انجام بده. برگه‌ای بهش میدن و اونو جای دیگه ای پیاده میکنن. تیو هم که تصمیم گرفته بهشون کمک بکنه و برای همین هم به دیدن پسرعموش میره که میبینیم یه خونه خیلی هنری داره و کلی لوازم مختلف داخلشه. پسرعموش برای دولت کار میکنه و تیو شروع به دروغ گفتن میکنه و در آخر اونو قانع میکنه که برگه های لازم رو براش بیاره و امضاشون کنه. حالا با مدارک به دیدن لوک میره. یکی دیگه از سران همون گروهی که همسر سابقش رو انداخته بود. اسم گروهشون هم گروه ماهی ها یا فیشزه. حالا خود تیو هم خیلی مشتاق شده و بهشون میگه که اگه پول بیشتری بهم پیشنهاد بدید حاضرم خودم باهاتون بیام و با این مدارک اون پناهنده که گفتید رو به جایی که میخواد ببرید. لوک هم قبول میکنه و پولو بهش میده و روز بعدی تیو به دیدن همسر سابقش جولیان میره. سوار ماشین میشن. جولیان پشت فرمون میشینه. لوک همون کارمندش کنارشه. عقبم تیو نشسته و طرف دیگه‌اش کی همون پناهنده است و وسطم یه پرستاریه که میگن قراره با این پناهنده همیشه باشه. اول همه چیز آرومه تا جایی که یه سری پناهنده براشون کمین کردن و به خیال اینکه اینا همشون انگلیسیان بهشون حمله میکنن. اونا موفق میشن طرف دیگه فرار کنن اما یه موتوری از همون پناهنده دنبالشون راه میفته و سمشون شلیک میکنه که تیر اولام به جولیان یعنی راننده میخوره و جونش رو از دست میده. لوک به جای اون پشت فرمون میشینه و راهو ادامه میده که کلی آمبولانس و پلیس هم از بغلشون رد میشن و یکی از ماشینهای پلیس اینا رو متوقفشون میکنه. حالا همشون نگرانن و مامور میاد طرفش. مشکل
اصلین برگ انتقالی که گرفته بودن به اسم جولیان بوده. حالا هیچ مدرکی ندارن، مامورا میان جلو و یه رفه لوک پیاده میشه با اسلحه سمت هر دوشون شلیک میکنه. بعدم سوار میشه و از منطقه فرار میکنه. مدتی بعد وامیستن، شرایط آرومه و جولیان رو به خاک میسپارن. تیو که دیگه زیر فشار کم آورده یه رفه زیر گریه میزنه و یه گوشه این میشینه. بعد مدتی هم باز سوار میشن و لوک میگه که میخوام بریم یه جایی که خونه امن گروه ما یعنی ماهیانه. وقتی هم که میرسن میبینیم کلی دیگه از اعضای گروه اونجا رو بهشون خوش آمد میگن، لباساشون هم عوض میکنن و وقتی که تیو تنها شده یواشکی متوجه میشه که اعضای گروه حالا دارن لوک رو به عنوان رهبر خودشون برمیگزینن، به خاطر اینکه دیگه خبری از جولیان نیست. سر و کله پرستار اون پناهنده هم پیدا میشه که تیو رو صدا میکنه و میگه بیا کی کاری داره. وقتی میرسه کی بهش میگه همسر سابقت بهم گفته بود که شما یه بچه داشتید و چه اتفاقی براش افتاده، برای همینم گفت که اگه موقع بلایی سر خودش اومد حتما باید حقیقت رو به تو بگم. حالا شکمش رو نشون میده و میفهمیم که این دختر بارداره، یعنی بعد 20 سال اولین زنیه که توی این جامعه باردار شده. در آخرم جولیان گفته بود که تو میتونی منو به کشتی فردا برسونی، کشتی که داره در مورد این بیماری ها تحقیق میکنه و قطعا میتونه از من استفاده بکنه و میتونم کمک کنم. اینجاست که لوک رهبر جدید گروه با چند تا از اعضا سر میرسه که انگار قضیه با خبر بودن ولی نمیخواستن تیو بفهمه و خیلی از اینکه کی بهش حقیقتو گفته ناراحت میشه. یه روز دیگه هم میرسه و توی اخبار خبر از دست رفتن جولیان پخش میشه. متا اونو به عنوان رهبر یه گروه شورشی معرفی میکنه و خیلی هم همه خوشحالن. بعد هم میگن که لوک رهبر جدید و حالا تحت تعقیب قرار گرفته. همین اتفاق برای تیو پناهنده یعنی کی و پرستارش هم افتاده و عکسشون همه جا پخش شده. برای همینم هم جلسه تشکیل میدن و حالا میخوان برنامه ها رو عوض کنن. این باعث عصبانیت تیو میشه و به کی میگه که چرا اعلام نمیکنی واقعا بارداری، شاید همه مردم بیان سمتت. اما بقیه مخالفن و میگن به خاطر اینکه دولت اصلا اهمیتی نمیده، کی پناهنده است، ای کشور بیگانه است، ساده سیاه‌پوست هم هستش و قطعا براشون مهم نیست. پیشنهاد بعدی لوک میگه که بمون اینجا و بچه‌ت رو به دنیا بیار، بعد از اینکه زایمان کردی میبریم توی همون کشتیه، اینطوری اگه مشکلی هم پیش بیاد راحت‌تر میتونی بدوی و فرار بکنی. کی هم قبول میکنه و همین باعث خوشحالی همه میشه و با هم دیگه جشن میگیره. منتها داستان بدتر میشه به خاطر اینکه شب دوباره تیو اتفاقی حرفای لوک و اعضای گروهش رو میشنوه. اینجا میفهمه که اون موتوری که دنبالشون رفته بوده به همسر سابقش شلیک‌تر از خودشون بوده و این برنامه رو ریخته بودن تا بتونن لوک رو به رهبری بشناسن. دلیل اینکه لوک میخواست رهبر بشه اینه که میخواد از این پناهنده و بچه‌اش یه استفاده سیاسی بکنه. میخواد اونو به دنیا بیاره و بعد نگهش داره و با استفاده از اون دولت رو تهدید کنه که قوانین دیپورت پناهنده‌ها رو حذفشون بکنه و اصلا براش مهم نیست که چه بلایی قراره سر کیو بچه‌اش بیاد. حتی همین الانم دارن نقشه از بین بردن تیو رو میچینن. برای همینم هم سری میدوه و پناهنده رو همراه پرستارش بیدار میکنه و ستایی سوار ماشین میشن و در حالی که بقیه دنبالشون هم منطقه فرار میکنن. تیوری که به هیچ کسی غیر دوست صمیمی جسپر اعتماد نداره و برای همینم با ماشین به اونجا میرن. وقتی میره داخل جریان برای جسپر توضیح میده. بعدم شروع به صحبت در مورد کشتی فردا میکنن که جولیان قرار بود کیو به اونجا ببره. جسپر هم اطلاعاتش در میون میذاره. میگه جایی که قراره بری یه قایق ماهیگیری هست که تو هر فصل یکی دو بار میادش و از اونجا اگه سوارش بشی شما رو به همون کشتی فردا میرسونه. تنها اعضای همون قایقن که از جای دقیق کشتی خبر دارن. طبق اطلاعاتی که دارم فقط یکی امروز یکی هم دو روز دیگه است که وقت دارید خودتون رو به قایق برسونید. امروز که دیره ولی برای پس فردا میتونم شما رو به نزدیکی یک کمپ پناهندگی برسونم که اونجا قرار قایق بیادش. برام یه لفه با ذوق از خونه خارج میشه و دم در وامیسته و به کسی زنگ میزنه. بقیه هم نمیدونن چه خبره و همونطوری داخل منتظر میشونن. این وسط کی شروع به صحبت میکنه و در مورد وقتی حرف میزنه که فهمیده بار داره. اول باورش نمیشده ولی کم کم دیده شکمش میاد جلو، حالت تهوع داره و بالاخره فهمیده که این حقیقته. بعد مدتی میبینیم ماشین میاد جلوی در، با جسپر صحبت میکنه و جسپر با خوشحالی میاد داخل. میگه یکی از افسرهایی که مسئول اخراج پناهنده هاست از مشتری های منه، باهاش صحبت کردم و قرار شده که در قبال یه پول یا خور جنس مجانی کمکتون بکنه و شما رو به اون کمپی که باید برید برسونه. فقط باید خودتون رو تا پس فردا به یه جایی برسونید که میاد دنبالتون. خیال همه راحت شد و شب که رسیده تیو بیرون خونه است و میشنوه که جسپر داره برای بقیه داستانی از زندگی تیو جولیان تعریف میکنه. براشون میگه چقدر اینو با هم دیگه خوشحال بودن و وقتی پسرشون به دنیا اومد انگاری دنیا رو بهشون دادن. ولی سال 2008 پسرشون به خاطر آنفولانزا از دست دادن، انگاری همه چیز براشون به هم ریخت. همینم تیو رو خیلی ناراحت میکنه و بدون گوش دادن بقیه حرفا از اتاق فاصله میگیره. هوا داره روشن میشه که صداهایی از بیرون میاد و همه داخل خونه بیدار میشن. جسپر دورنهای امنیتی مشاهده میکنه و متوجه میشه یه سری از اعضای گروه ماهیا دم در منتظرن، مسلح هم هستن و اومدن که بهشون حمله
میکنن. تیو، کی و پرستار سوار ماشین میشن و جسپر میگه خودتون رو به همونجا که گفتم برسونید، من میمونم و معطلشون میکنم. در آخرم با تیو یه خداحافظی غمگین دارن و اونا از محل دور میشن. جسپر برمیگره داخل، جلوی همسر فلج خودش میشینه و بهش میگه که تو بهترین اتفاق زندگیم بودی و یکم دلداریش میده و بعدم دارویی به همسرش میده تا جونش رو بگیره و یه موقع دردی نکشه. بعدم میره بیرون با لوک صحبت میکنه و هرچی میپرسن که تیو یا بقیه رو دیدی، میگه هیچ کدومشون رو نمیشناسم. ولی بقیه میرن داخل و میگردن و به مدارکی میرسن که در مورد همون مامور پلیسی که قراره بهشون کمک بکنه و نقشه رو میفهمن. در آخر لوک عصبانی میشه و اسلحه‌اش رو میکشه و جون جسپر رو جلوی بقیه میگیره. تیو همین صحنه رو تماشا میکنه و با عصبانیت و ناراحتی بیشتری سوار ماشین میشه و از محل دور میشن. بعد از ساعت ها بالاخره به مقصد میرسن و تصمیم میگیرن استراحت کنن تا صبح بعدی قراره اون مامور بیاد دنبالشون و اینا رو به کمپ ببره. یکم با هم دیگه صحبت میکنن تا صدای بیرون میاد و وقتی میرن میبینن که همون مامور با ماشینش رسیده. تیو میره جلوتر و کلمه رمزی که جسپر بهش گفته بود بلند فریاد میزنه و مامور از ماشین پیاده میشه. با عصبانیت میاد جلو، یه دفعه باتومیجو سمت تیو میکشه و حالا شروع به خندیدن میکنه. میگه بابا بیاید داخل، شوخی کردم باهاتون و خیلی هم خوش برخورده و تصمیم میگیره که تا جایی که میتونه کمکشون کنه. البته که کی از جریان بارداریش به هیچ کسی کلا صحبتی نمیکنه و وسط راه هم که یه دفعه درد شدیدی میگیره، اما پرستار کمکش میکنه که فریادی نزنه و این موقع لو نره. بالاخره به کمپ میرسن. مامور درو براشون باز میکنه و میگه وقتی پیاده شدید من ادا دارم میارم که مثلا دارم به زور میبرمتون، ولی وقتی رسیدید داخل یه زنی اونجاست که قراره کمکتون بکنه، خیلی راحت هم میتونید پیداش کنید. با همین نقشه هم پیاده میشن و میرن داخل اتوبوس که قراره این پناهنده ها رو انتقالشون بده. توی راه تیو از پرستار در مورد مقصدشون سوال میکنه و میگه اصلا این سازمان چی هستش. اونم توضیح میده که هیچ کس غیر از جولیان از حقیقت و جای اصلی اونا خبر نداشتش. کلا روش کارشون اینطوریه که یه حرفی رو میندازن تا به رئیس گروه برسه و اون میتونه باهاشون تماس بگیره و بعدم اطلاعات رو با هم در میون میذارن. اما با چیزایی که شنیدم یه سازمانیه که واقعا کارشون خوبه و الانم خیلی داره به نتیجه میرسه و قطعا کی میتونه خیلی بهشون کمک بکنه. به قسمت کمپ نهایی میرسن، ولی قبل از ورود مامورهای میان داخل تا پناهنده ها رو بررسی بکنن. اینجاست که درد کی خیلی زیاد شده و یه رفعه جیغی میکشه که مامور توجهش جلب میشه و میاد سمتشون. اما پرستار فراکاری انجام میده و شروع به خوندن دعا به زبون خودشون میکنه که مامور حواسش به اون پرت میشه و میندازتش بیرون. تو همین مدت هم دردی که کی داشته آرومتر شده و حالا ساکته. ولی بازم مامور میاد طرفش که این بار تیو میگه بابا اینقدر بدبخت کن نترسم، سر جاش دستشویی کرده، نگاه کن. مامورم بدون اینکه متوجه شه که حساب این زن پاره شده از اتوبوس خارج میشه. بالاخره به کمپ نهایی میرسن و حالا فقط تیو و کی باید دوتایی راهو ادامه بدن. زنی که منتظرشون هم پیدا میکننش و قراره امشب تو اتاق بگذرونن و صبح اول وقت به پیش قایق برن. منتها یکم شرایط عوض شده، چون وقتی که به اقامتگاهشون میرسن کی درش خیلی زیاد شده و زمان زایمانشه. تیو زن ناشناس کمکش میکنن و موفق میشن بچه رو سالم به دنیا بیارن که یه دخترم هستش. شبو میگذرونن و بالاخره هوا روشن میشه. دوباره شرایط به هم میریزه. همون ماموری که قبلا کمکشون کرده بود میاد داخل و بهشون میگه که گروه فیشز یا همون ماهی ها تصمیم دارن که همه پناهندهای اینجا رو آزاد کنن، چون فهمیدن شما اینجایی رو میخوان پیداتون کنن. این مدت هم کی بچه رو زیر پتو قایم کرده که نبینتش، اما صدای گریهش باعث توجه مامور میشه. وقتی متوجه میشه که بعد 20 سال یه بچه بالاخره اینجا به دنیا اومده، بهشون میگه باید همین الان از اینجا فرار کنید بلکه بتونید خودتون رو به جای امنی برسونید. قبل خروج از خونه یه رفیق مامور اسلحه‌شو میگه شو اونارو متوقف میکنه و میگه عکستون رو همه جا پخش کردن، یه جایزه خیلی زیادی هم براتون گذاشتن و میخوام لوتون بدن. البته که زن ناشناس که داره کمکشون میکنه با سر میرسه و اونارو آزاد میکنه. از خونه میرن بیرون و به جایی میرسن که یه سری از پناهنده‌ها تظاهرات رو انداختن و از اون طرف هم اعضای گروه ماهی‌های او حمله میکنن. لوک هم اینجاست و خیلی راحت میتونه کیو دخترشو به دست بیاره و از اونجا میبره. به اعضاش هم میگه هر کاری دوست دارید با این تیو و اون زنه بکنید. یکی از اعضا میاد طرفش اسلحه رو کشیده که یه رفعه صدای شلیک میاد و باعث میشه همشون به گوشه برن و پناه بگیرن. میبینیم مامورهای ویژه دولت انگلیس سر رسیدند و اونا هم میخوان حالا با گروه پناهنده ها مقابله بکنن. تیو و اون زنم پا به فرار میذارن. بعد مدت به ساختمونی میرسن که داخلش کلی پناهنده با وضعهای داغون و ناجور میبینن. ابیرون قشنگ صدای جنگ میاد و تیو بالاخره به کیو دخترش میرسه. البته که لوک رئیس گروه ماهیا هم همینجاست، میخواد جلوشون رو بگیره، اما یه رفعه به خاطر مامورهای امنیتی انفجاری شکل میگیره که لوک هم جونش رو از دست میده. حالا تیو زیر بغل کیو گرفته و دارن حرکت میکنن و تمام افرادی که اینجا وقتی میبینن یه بچه تازه متولد شده وجود داره، همه شوکه شدن و فقط براشون دعا میخونن. وضعیت طوریه که برای یه لحظه تمام جنگ متوقف میشه. حتی وقتی میرن بیرون مامورهای خود دولت هم وایسلن و با شوک دارن به این صحنه نگاه میکنن و اجازه میدن که تیو و کی با این بچه از اینجا فرار کنن و بعد دوباره جنگشون رو ادامه میدن. اون زن هم باز همراهشون اومده و به یه قایق میرسونتشون و بعد خداحافظی تیو و کی رو سوار میکنه و راهیشون میکنه. بهشون هم میگه از همین کانال فقط باید مستقیم پارو بزنید. کم کم کشتی پریدار میشه و تیو و کی لبخندی روی
صورتشون شکل میگیره. ولی یه دفعه نگاهی کی به خونی که رو زمین ریخته میکنه و نگران میشه که شاید هنوز خونریزیش بند نیومده. اما تیو میگه نگران نباش، این واسه این منه. اونجا بهم میگه شلیک شد و نمیخواستم چیزی بگم. کی خیلی نگران شده و تیو در همون حال داغونش بهش یاد میده که چطوری آروغ بچه‌ش رو بگیره. کی هم بهش میگه که اسم پسرت که از دست دادی و میخوام روی دخترم بذارم. یه دفعه تیو از حال میره و بعد مدتی کشتی نزدیکشون میشه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. اولا که چیلدرن آف من بر اساس رمانی به همین اسم ساخته شده که محصول سال 1992 هم بودش. رمانش هم خب خیلی قشنگه، یه سری چیزا توی فیلم نیست، به نظرم خوندن اونم باز خیلی خفنه. من خودم تازه میخوام شروع کنمش. فیلم میاد در مورد این صحبت میکنه که اگر برای جوامع، اگر برای ملت‌ها هیچ امیدی وجود نداشته باشه، دیگه تمام اخلاقیات از بین میرن. اتفاقی که دیدیم برای لوک افتاده بود. لوک حاضر بود که تمام چیزهایی که برای آینده بود، یعنی همین اتفاقی که بچه‌ای که داشت به دنیا می آورد و به خطر بندازه، فقط برای اینکه می‌خواست به هدف خودش برسه. به همون روایتی که گفتم کلاً اخلاقیات رو از بین برده بود. این فقط توی آدم‌ها نیست، حتی می‌بینیم دولت هم دیگه اخلاقی براش نمونده و بدون هیچ رحمی فقط می‌خواد به هدف خودش برسه و مخالفان خودش رو سرکوب بکنه. معنای اینجا قشنگ وقتی درک میشه که می‌بینیم تیو و کی اون دختر رو بغلشون گرفته و می‌خوان خارج شن. برای چند لحظه تمام جنگ متوقف میشه. چیزی که منو یاد یه سکانس از فیلم جوئی و نوئل میندازه. اگه دیده باشید و اهل فیلم‌های جنگ جهانی باشید، یه جا هستش که سربازای دو تا ملل مختلف و کاملا با هم دیگه در تضاد، یه آتش‌بس بینشون شکل میگیره مدت 24 ساعت و تو این مدت که یه امید جدیدی دارن، میان با هم دیگه شروع میکنن به فوتبال بازی کردن. انگاری تمام دردها فراموش شد، فقط میخندن و با هم دیگه شادی میکنن، حتی مهمونی میگیرن. این لحظه به نظرم توی همین فیلم داره تداعی میشه، وقتی که میبینیم اونا دارن میان بیرون و جنگ بین نیروهای پناهنده ها و نیروهای مأمور امنیتی کلا متوقف میشه و همه فقط به این امیدی که داره از جلوشون رد میشه زل میزنن. امیدی که داره بهشون میگه یه آینده مونده، انقدر با هم دیگه وارد جنگ نشید. ولی وقتی اونا ازشون رد میشن و فاصله میگیرن، دوباره شروع به تیراندازی میکنن. به نظرم کلا این سکانس چیلدرن آف من قوی ترین سکانس فیلمه. چیز دیگه که توش خیلی مهمه درک بکنیم، همون جایی هستش که میبینیم اعضای گروه ماهیا و تیو نشستن دارن صحبت میکنن و تیو میگه چرا علنا اعلام نمیکنی بارداری، و انگاری به روایتی میخواد با یه سری سخن سیاسی، یعنی میخواد با گفتگو این جریان و مشکلی که پیش اومده رو کلا حل کنه. اما بقیه میگن نمیشه و راههای دیگه جلوش میذارن و آخرش هم انگاری تیو واقعا به همین اصل میرسه. لازم نیست فقط هی بخوای با سیاست و این جور چیزها راه تو جلو بری و قطعا به نتیجه برسی. باید یاد بگیری یه سروایوول بشی، باید یاد بگیری که زنده بمونی. همون کاری که آخرش دارن با کی انجام میدن، از سختی ها میگذرن، تو بدترین شرایط باز امید دارن و در آخر سربلند ازش بیرون میان. این به نظرم خیلی درس مهمیه که تیو داره توی فیلم میگیره و به روایتی به ما بیننده ها داره انتقال میدادش. مهمترینش هم همون تلاش برای بقا، چیزی که کلا باعث زنده موندن انسان ها تا همین الان شده و در آینده هم وجود داره. خلاصه یکی از فیلم های خیلی خفن، امیدوارم خوشتون اومده باشه. نظراتتون رو بنویسید، لایک، کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. روزتون هم گلسی.